تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. رستوران شاندیز گالریا هستیم، یکی از اون جاهای زیبای شهر تهران که تجربهشو به همه شما توصیه میکنیم. یه مهمون بسیار ویژه هم اینجا داریم که میدونم همه شما دوستشون دارین، طرفدارشون هستین، کلی خاطره با آهنگاشون دارین. جناب آقای مهدی جهانی عزیز قربان، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب تیوی پلاس، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای جهانی، من میخوام یه کمی قصه رو از اولش شروع کنیم، چون هر چقدر که در واقع ترانه های شما برای مردم آشناست و صدای شما براشون آشناست، ولی خود شما یه کمی در واقع ناآشنایین، چون که خیلی کم دیدم جایی در مورد زندگیتون و در واقع مسیری که اومدین صحبت کرده باشین. برای ما بگین که تو چه حال و هوایی، شما اصالتا مال کجا هستین، خانواده چند تا بچه بودین، پدر مادر چی کار میکردن؟ من اصالتا شیرازی هستم و از طرف مادر شیرازی هستم، از طرف پدر سمت استان گیلان. دیگه برگشت رو چی گفتیم بگم؟ شما مال دو جایی هستیم، بله. خیلی هم مردمانش با... هم به هنر و هم به بله. بعد پدر مادرم توی هند با هم آشنا شدن. چقدر جالب، چطور؟ بله دیگه دیگه دیدیم حالا اینه که اصلا بس عوض میشه، جنوب کشور با شمال کشور یه جا باید تداخل کنه، ولی اون تداخل هندوستان بوده. دانشجو بودن اونجا پدر مادرم، بعد با هم دیگه اونجا ازدواج میکنن و همونجا هم برادر بزرگ من به دنیا میاد و بعد میان ایران. بعدش هم دیگه ما بعد از سالیان به دنیا میاییم و روال میبینیم. دو تا پسر هستیم. سه تا پسریم. پدر توی کار هنری بودن؟ بله، من پدرم از پیشکسوتان رادیو هستم، گزارشگر فوتبال بودن، مؤسس رادیو ورزش بودن، مؤسس رادیو آوا بودن، مدیر رادیو پیام بودن، مدیر رادیو تهران بودن، از تهیه کنندگان خوب رادیو بودن، گوینده بودن، نویسنده بودن و دیگه هم. سابقه ایشون در واقع کمکی تو مسیر کاری به شما کرده؟ خب بله، اصلا من ریشه علاقم به موسیقی از پدرم بوده، چون من از بچگی تو استودیوهای رادیو بودم. پدرم میتونم بگم بزرگترین آرشیو موسیقی رو داشت تو ایران. یعنی من یادمه که ما 3-4 تا کمد خیلی بزرگ، سی دی، ریل، کاست داشتیم از انواع موسیقی ها برای کشورهای مختلف. مثلا پدر من به واسطه اینکه گزارشگر فوتبال بود، هر کشوری که میرفت سعی میکرد که آثار موسیقی اون کشور رو جمع‌آوری کنه. خیلی به آرشیو رادیو کمک کرد، خیلی ریل‌ها رو دیده بودین شما؟ اون ریل‌ها رو رفتن تبدیل به سی دی کردن، یه سریاش هم نکردن که فاسد شد متاسفانه. ولی کلن دیگه من از بچگی تو استودیو بودم و با واسطه اینکه پدرم خودش آدم فرهنگی بود و اینکه موسیقی گوش میکرد، من هم از بچگی اینطور تربیت شدم و اصلا علاقه پیدا کردم به اون سیستم. و خانواده هم حمایت میکردن از داستان موسیقی برای شما؟ یعنی اصلا چجوری جدیتر و حرفه‌ای‌ترش؟ بیشتر پدرم دوست داشت که من گوینده رادیو شم اون موقع، چون دیگه زمانی هم که دیگه یه چند سال که به سن بلوغ رسیدم، خب صدام جا افتاده بود و اینا، دیگه خیلی اصرار داشت به این داستان. متها خب من علاقم چیز دیگه ای بود، علاقم موسیقی بود و خوانندگی بود. یادم زمان راهنمایی من
پدرم بهم گفتش، یعنی به پدرم گفتم که پدر اگه میشه من میخوام برم هنرستان موسیقی. واقعا اون موقع رفت تحقیق کرد ولی گفتش که صلاح نیست تو بری. و خب این باز منو تشنه تر کرد نسبت به این داستان که خودم برم دنبال. چرا علت مخالفت چی بود؟ از همین چیزا که خب مثلا درستون رو بخونید. عقیده پدرم این بود که موسیقی برای تو نوناب نمیشه، یعنی میگفتش که تو باید یه کار ثابت داشته باشی، بیمه داشته باشی و اینکه داری وقت خودتو تلف میکنی. منم خب چون علاقم خیلی زیاد بود به این داستان، توی یه مصاحبه هم با هم دیگه توی کنسرت من کردیم، خدا هم برام خواست و آدم هایی سر رو هم قرار داد که بهم یاد دادن. یعنی من یه همکلاسی داشتم دوران دبیرستانم که باهاش آشنا شدم، اون خیلی چیزا به من یاد داد و الان هم خودش دیگه تو ارکستر ملی ساز میزن و آهنگساز ارکسترال. اون موقع خب خیلی خوب با هم جلو رفتیم و پدرم هم چون میدید دارم درس میخونم در کنارش، خب به من یه کمکایی میکرد. مثلا برای من اولین میکروفونم رو پدرم برام خرید، اولین کارت صدام رو پدرم خرید. با اینکه خب کارمند بود و زیاد، خب ما خانواده متوسط بودیم، اونقدر چیز نبود، تجهیزات موسیقی هم که همیشه گرون بود و ولی خب با این حال پدرم اینا رو برام خرید. منم از اون طرف خب درسم رو ادامه دادم و تا فوق، یعنی فوق لیسانس هم گرفتم. برای اینکه تو چه رشته شما تحصیل کردید؟ مدیریت فرهنگ هنری و برنامه‌ریزی فرهنگ هنری توی مقطع فوق لیسانس. بی ربط هم نیست، یعنی بله. مرتبط، یعنی فکر کنم که ولی خب این رشته اصلا هیچ ارتباطی با اسمش نداشت. یعنی من رفتم برای اینکه مدیریت فرهنگ هنری یاد بگیرم، ولی بیشتر راجع به مدیریت بود و بحث تاریخ هنر بود، یعنی دوره هنری رنسانس و نمیدونم دوران باروک و فلان اینجور داستان ها بود. و یه دو واحد موسیقی داشت که فقط یه تئوری موسیقی ساده بود. و جالبش اینه که چون من تاریخم خیلی ضعیفه، امتحانی هم که از ما گرفتن دانشگاه همش بحث تاریخی بود، منم برای میشونم 15 دیگه. تا فوق لیسانس هم خوندم و در حین این من کارام هم انجام میدادم. یعنی خب پدرم میدید که من دارم درس هم میخونم، دارم این برام میگفت واسه خودش تو اتاقش داره کار میکنه، این کاری نداره که. یعنی زندگی تو دوران نوجوانی و شروع جوانی برای شما خلاصه شده بود توی درس و موسیقی؟ بله، من خب مثل بقیه همکلاسی دبیرستانم و دانشگاه اصلا دنبال این که بخوام مثلا چه میدونم بیرون برم، نمیدونم مهمونی برم، نمیدونم مسافرتی برم، نه، من همیشه تو اتاقم بودم. یعنی یکی از فامیله ما پروفسور رشید از کانادا بعد از علاش فکرم 15 سال اومده بود ایران، من دیده بود، گفتش که مهدی چقدر بزرگ شدی. مادرم به کنایه بهش گفتش که ما هم مهدی رو نمیبینیم تو خونه، همش تو اتاقش. یعنی من تمام زندگیم این بود که فقط مدرسه و دانشگاه و تو اتاقم بودم، مثلا جای خاصی نمیرفتم. خیلی جالبه به خاطر اینکه تصوری که کلن از خواننده های به خصوص پاپ وجود داره، شما اصلا استایلتون هم یکم شبیه خواننده های موسیقی سنتی و ایناستشون، تصوری که از خواننده موسیقی پاپ، اونم کسی که سالها مثلا زیرزمینی و اینا هم کار کرده، اصلا یه شکل دیگه ایه. این که شما اینقدر مثبت و فوکوس روی درس و در کار یکمی عجیبه. یعنی شاید اگر کسی مثلا شما ندیده بود احتمالا اصلا یه قیافه دیگه ای توی ذهنش بوده. خب میگم من خب اینجوری تربیت شدم، یعنی خدا رو شروع میکنم که پدر مادر. چقدر اون تم مذهبی خانواده توی مسئله تاثیر داشت؟ خب من مادرم خیلی مذهبی و چادریه، پدرم هم همینطور، خودم هم اعتقادات خودم رو دارم و همیشه سعی کردم که در چارچوب اخلاق کار کنم. یعنی کاری نکنم که تأثیر بدی روی کسی داشته باشه یا تأثیر بدی روی جامعه داشته باشه، حرفی بزنم که دل کسی بشکنه یا مثلا نمیدونم پشت سر کسی بد بگم. به خاطر همین داستانم خب زیاد مصاحبه نکردم با جایی که مثلا سوالی از من پرسیده بشه و خدای نکرده من بخوام راجع به کسی اون لحظه عصبانی بشم صحبتی کنم. این چیزا خب خیلی برام مهمه دیگه. شما با این آرامشتون عصبانی هم میشین اصلا؟ من یه بار عصبانی شدم ولی که بنده خدای نونوایی بود سر مامانم داد زد رفتم منفجرش کردم. غیرتی این پس. آره خیلی. به خصوص حالا پسرها که ولی خب تو زندگیم دعوا نکردم، یعنی یه بار فکر کنم، یکی دو بار فکر کنم، اونم به حد داد و بیداد بود. فضای موسیقی کار کنه و دعوا نکنه و بعد کسی رو نگه، چون
انقدر رقابت توی این بیزینس فشرده است و انقدر آدم با چیزای بی‌انصافی و اینا مواجه میشه که خب خیلی سخته. خب من هیچ وقت به موسیقی به چشم بیزینس نگاه نکردم اصلا. من به خاطر اینکه معروف شم یا اینکه بخوام پول درارم نیومدم آهنگ بدم بیرون. من واقعا عشقش رو داشتم. اینکه اولین آلبومم به اسم دنیای خواب اومد بیرون به اصرار دوستم امید بود، دوست هم دانشگاهیم بود، پسر علی معلم، خدا بیامرز که خدا رحمتشون کنه. چون امید خب دوستش اون موقع یک کار پروداکشن انجام بده و خب دوست خیلی صمیمی بودیم، خیلی به من کمک کرد و من رو تشویق کرد که بابا بیا آلبوم بده بیرون، تو کارت خیلی خوبه، از خیلی داری بهتر میخونی میسازی فلان. که اون موقع 15 تا ترک ما جمع‌آوری کردیم و رفتیم جلو. 4 سال طول کشید که اون ترک رو بیاد بیرون به خاطر یه سری مشکلاتی که پیش اومد. میگم اصلا به خاطر بود بیزینس و اینکه بخوام محبوب باشم، مثلا شهوت شهرت داشته باشم، نه. ولی خب اتفاق افتاد دیگه، یعنی خدا هم خب منو دوست داشت. منتها میگم صرفا به خاطر این داستان هیچ وقت نبوده که، یعنی آرزوی اجرا و رو صحنه رفتن واقعا شما نداشتید؟ چرا، دوست داشتم. من تو خونه برای خودم موزیک میذاشتم، شروع میکردم این بروسو میگرفتم دستم میخوندم جلو آینه. آره این کارو زیاد میکردم، فکر کنم همه هم این کارو کردن. بعد من با این وایس های کوچیک شروع کردم، اینا که باش خیلی قدیما چت میکردن، یه وایس هایی بودش که میکروفون کوچولو بود که فقط یه صدای نویزی از شما پخش میکرد، نویز دار. بعد اینا یه مدلایی داشتش که اون وصل میشد به کامپیوتر و صداش یه جوری بود که شما میتونستی مثلا بشه ریوربی بدی، دیلی بدی. من با اونا شروع کردم، رو آهنگ اینو میخوندم از بچگی، خیلی دوست داشتم. خواننده‌های مورد علاقتون تو اون سن کیا بودن؟ حالا ممکنه الان تغییر کرده باشه. من محسن چاوشی رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوستش دارم، چون اصلا صدای حرف زدنش هم دوست دارم. محسن چاوشی خیلی. شما از نزدیک با ایشون؟ نه تا ندیدمشون، ولی خب خیلی دوستشون دارم. صدای حرف زدن فکر کردم مثلا، نه خب مصاحبه‌ای که میکنن، حرفایی که میزنن. یادم اون موقع یه مصاحبه‌ای کرده بود راجع به آلبومشون. میگم خواننده هایی که صدای حرف زدنشون هم قشنگه و من دوستشون دارم، ولی علاقه یعنی علاقه به صداشون دارم. اشوان رو دوست دارم جدیدن، که یعنی امیر عباس گلاب رو خیلی دوست دارم، بهنام بانی رو خیلی دوست دارم صداش. من صدای همه رو دوست دارم چون به نظرم صدای همه قشنگه. ولی خب ممکنه که اونایی بود که یه مقداری اسطوره برادم، مثلا گلتونه تو زندگی، دلتون میخواد که مثلا خب من سیاوش قمیشی رو خیلی دوست داشتم، یعنی واقعا به نظر من فوق‌العاده بود و یکی از دلایلم که اصلا خواننده شدم سیاوش قمیشی، حبیب. برای همین وقتی که حبیب متاسفانه فوت کرد، من اون آهنگی رو که ازش دوست داشتم خوندم توی صفحه‌ام گذاشتم، خیلی ناراحت بودم. اینا کسایی بودن که من به خاطرشون خواننده شدم. جهانی، یه بحثی که امروز خیلی توی در واقع فضای رسانه ها مطرح هستش، دو تا موضوعه که حالا هر دو تا موضوع رو دلم میخواد که با شما در موردش صحبت بکنیم. چون به هر حال شما یه مسیر چندین ساله رو طی کردین تا رسیدین به جایی که تونستین کنسرت بذارین. امروز این انتقاد وارده و دوستان مطرح میکنن که این خواننده هایی که الان هی کنسرت میذارن و بلیت میفروشن و اینا مسیر درست رو طی نکردن تا به این سالن های مثلا چند هزار نفری رسیدن و اجرا میذارن و اینو بیشتر میگن این یه در واقع باند و باند بازی های تهیه کننده هاست که اینا میرسن به این در واقع اجراها و مثلا اونایی که تحصیلاتشو دارن و توانایی بیشتر دارن سرشون بدون کلاه میمونه. چقدر این قضیه واقعیت داره؟ شما اصولا اصلا قائل به این هستین که یه باند و باند بازی پشت اینه و یه نگاه تجاری و بیزینسی هست، یا نه واقعا همه دارن یه پروسه شایستگی رو طی میکنن و بر اساس شایستگی الان روی صحنه ها هستن؟ ببین باند بازی که تو همه جا هست، فقط تو موسیقی نیست، تو سینما هست، تو نمیدونم صنف قفل و لولا هست، تو همه جا هست. آره ولی خب مورد تایید نیست، یعنی اگر هم هست کار درستی نیست دیگه. فکر کنم مثلا تو ایران هم اینطوری نیست، همه جای دنیایی هست. بله. یعنی یه سری مافیایی وجود داره که تصمیم گیرندن که این کارو کنن و مثلا چند تا مغازه‌دار میمونه که کنار هم مغازه دارن و
هر روز این مغازه‌دار سعی می‌کنه یه کاری کنه که این یکی رو ضعیف کنه، مشتری خودش رو زیاد کنه. این اتفاقی که افتاده و میگم خب خواننده‌ای که به نظر من خب همونه که الان هستن هم صداشون قشنگه و خوبن همشون، منتها خب این داستانی که شما میگی برای کاملا تهیه کننده نگاه بیزینسی داره و یه مصاحبه من چند وقت پیش از تهیه کننده دیدم که داشت علنا میگفت من بیزینسمنم و دوست دارم این کارو کنم، دوست دارم کاری که انجام میدم و دنبال اینم که ازش پول درارم و موفقم هستم. ببینید آخه بحث صدا رو شما میفرمایید، حالا باید بگم که شاید واقعا اینطور باشه که البته به نظرم بازخوردهای مردم نشون میده خیلی هم این مسئله کاملا به این شکل نیست، یعنی یه اعتراض زیادی که میشه همین مسئله صداست و حتی درست نخوندن که خب به هر حال تا جایی این فالش خوندن روی صحنه تکرار شده که مخاطب عام هم متوجه اون شده. یعنی حالا یه جورایی قرار نیست ما آزمونی بگیریم که مثلا به لحاظ علمی یکی توش درجه بیاره، ولی یه استانداردی که پیش از این خواننده های پاپ در ایران داشتن پیش از انقلاب و در نسل بعد انقلاب هم حالا خواننده هایی داشتیم، خود شما هم مثال مثلا آقای حبیب و اینا رو میزنیم، به هر حال یه کیفیتی از صدا و متفاوت بودن رو داشتن که به نظر توی نسل جدید خواننده ها دیگه این لحاظ نیستش. یعنی ما هیچ کس رو الان نمیتونیم اسم ببریم که بگیم وای صداش فوق‌العاده است یا مثلا چه صدایی، چه جنس صدایی دست. چقدر میدونین این چرا اینجوری شده قضیه؟ چون حتما هستن یه همچین استعدادایی دیگه. خب من یه اعتقادی دارم، اونم اینه که خب خوانندگان قبل انقلاب ما یه سری خب این که خب خیلی توانمند بودن و این که اسطوره بودن در شکی نیست، ولی خب اون موقع هم اینقدر خواننده زیاد نبوده، اون موقع هم اینقدر تجهیزات نبوده که نه اینقدر اینطور زیاد نبوده که اینقدر راحت بتونن کار پخش کنن، اینترنت کار بدن. اون موقع باید کاست میشده میومده بیرون میرفتن کلیپ میساختن بلا. سر همین یه برهه هم مثلا موزیک گوش نمیکردن به خاطر خب اون بودای خب انقلاب پیش اومده و فلان و اینا، ولی الان خب خیلی ساده شده، یعنی شما با یه نرم افزار رو نمیدونم و اینترنت و یه گوشی موبایل که دستتون آپلود میکنین و صفحه شخصی دارید. من به نظرم یه دلیلی که حالا علاوه بر این که خب منحصر به فرد بودن خوانندگان قدیمی این شکی توش نیست، اینم بوده که خب اون موقع خواننده زیادی نبوده و شعرها قشنگ بوده، ملودی‌ها قشنگ بوده، همه اینها دست به دست هم داده این کارا ماندگار شده، این خواننده‌ها ماندگار شدن. اما خیلی از این خواننده هایی که از قدیم میخوندن چرا الان موفق نیستن؟ چرا کاراشون شنیده نمیشه؟ من این سوال دارم ازشون. ببینید چی میگم؟ اتفاقاً هنوز هم شما میبینید که مردم توی مهمونی، تو ماشین، تو آهنگای قدیمی رو گوش میکنن. نه آهنگای قدیمی رو گوش میکنن دیگه. آهنگای قدیمی رو گوش میکنن چون یه حس نوستالژی داشته از اون زمان. خب و اون، ولی الان چرا با این پیشرفت تکنولوژی خوانندگان قدیمی ما خیلی میتونم بگم دو تاشون سه تاشون هستن که هنوز کاراشون رو بورسه، اونم به خاطر اینکه دارن با بچهای ایران کار میکنن. چرا بقیهشون کاراشون قدیمی شد؟ یعنی کارهای قدیمشون نه، کارهایی که الان میسازن چرا به چشم نمیاد؟ خب این به خاطر اینه که الان خیلی خواننده زیاد شده. من معتقدم اگر همین شرایط تو زمان قدیم ما هم بود شاید خیلی از این خواننده ها اسطوره نمیشدن، این شعرها رو کسای دیگه میخوندن و اسطوره میشدن. الان به خاطر به دلیل این که ما تکنولوژی داریم و نرم افزار داریم، نمیدونم پلاگین داریم، افکت داریم، فلان داریم، هر کسی میتونه راحت بیاد یه تحصیدایی داشته باشه، یکم تمرین کنه، 6 ماه یه سال تمرین کنه میتونه بیاد بخونه. به خاطر همین خواننده زیاد شده. این هم دست تهیه کننده رو باز گذاشته که خیلی راحت بیاره یه خواننده ها رو بیاره 2 سال ازشون استفاده کنه، خواننده بعدی رو بیاره، اسم این خواننده، اسم این گروه بذاره فلان، اسم این گروه بعدیشو بذاره فلان، کاری که دارن انجام میدن. ولی چیزی که هست اینه که این نقدی به خواننده ها نیستش که صداشون خوب نیست یا اینکه نمیدونم سواد کافی رو ندارن. بله به نظر من این نگاه بیزینسی که تهیه کننده ها دارن ضربه میزنه به موسیقی، یعنی چون به نظرم آخه یه مقداری عجیب میاد. ببینیم ما الان چون یه سری قالبه، الان ببخشید بس حرف، این قالبا داره تکرار میشه. دقیقاً خب نگاه کنید، من اصلا همین مطرح کنم، متاسفانه یا خوشبختانه ما آهنگسازامون، آهنگساز داخل کشورمون
کسایی که دارن پاپ کار میکنن. باز من به اون دست از عزیزان نیستم، روی صحبتم اون عزیزان نیستش که خب خیلی اصیل دارن کار میکنن و خوب دارن کار میکنن. تو موسیقی پاپ تنظیم کننده هایی که الان هستن، آهنگسازایی که الان هستن، اینها کپی بردارای خوبی هستن، خیلی راحت دارن قالب کپی میکنن. خب نگاه کنید شما، مرتضی پاشایی خدا بیامرز، خدا رحمت کنه، خواننده خوب، مرتضی پاشایی یه سبکی رو آورد توی موسیقی ما. بله. اون فضای خوندن، اون فضای آکوردی، اون لحن خوندن، وقتی که اون لحن موفق شد، میتونم بگم 60% از خواننده های پاپ ما رفتن توی اون لحن و هنوز که هنوزه دارن اون لحن رو میخونن. زمانی که آهنگای قدیمی، آهنگای شما برگردید به قدیم، آهنگای ساسی مانکن و اینا، اون ریتمای 6 و 8 و فلان، تا اون قالب اومد همه موزیک شد اون داستان. این روزا که حتی مواجهی من از واژه‌ای که استفاده می‌کنم، اسخای می‌کنم، این اصطلاحی که بهش میگن لشخانی، هره. که البته چون سبک شما خودتون اونجوری نمی‌خونید، ولی خب خیلی خواننده‌های موفق ما و گروه‌های موفق الان خب واقعا همینه. و خیلی جالبه که حتی بعضی اوقات سخت میشه تشخیص داد که اینا دوتا گروه دوتا مثلا بند متفاوتن، انقدر که هم صدا، هم مدل خوندن، هم آهنگا شبیه همه، که اگه خیلی مخاطب جدیشون نباشی اصلا نمیتونی بفهمی این الان اونه یا یکی دیگه است، یا میدونین انقدر این کپیه، یعنی فراتر از یک کپی ساده است، یه شباهت ها دیگه خیلی زیاد شده. و همین اتفاق هم برای من هم افتاد. یعنی زمانی که خب من شروع کردم به کار کردم و کار ما گل کرد، کار من علی اون موقع خیلی گل کرد، این بود که ما اومدیم روی یه موزیک هاوس شیک که خیلی شیک و ترتمیز باشه، با یه تمپوی پایین تر از اون تمپوی که خب بقیه موسیقی موزیک می زدن، اومدیم روی اون یه شعر ملودی مهربون گذاشتیم که شعرها غالباً چی بود؟ مثلا توش واژه هایی مثل بارون بود، مثل رویا بود، مثل دریا بود، مثل هم نفس بود، مثل همه کس بود، مثل هم نفس هم شو، همه کس هم شو، مثل خانوم بود، اینا مثل آروم بود، آرامش بود، مغرور بود، اینا واژه هایی بود که من توی کارام استفاده میکردم. بعد از یک سال کل موسیقی پاپ ما شد خانوم و آروم و رویا و دریا و همه هم جواب میگرفتن. یعنی خیلی که خیلی، یعنی چند تا از خواننده‌ها که با این کارا رفتن رو استیج، خواننده‌ای هستش که الان علشه کارهایی که داره 4 تاش شعر ملودیش روی یکی از آهنگای من نوشته شده، پخش شده، گرفته و الان هم داره میرسه رو استیج. این اتفاق افتاده دیگه، یعنی کپی برداری هست و متاسفانه، نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی این همیشه بوده و تهیه کننده ها میان از این کپی برداری استفاده میکنن، یعنی قالب رو میشناسن، میگن مهدی جهانی اینطوری کار کرده، کارش گرفته، مرتضی پاشایی اینطوری کار کرده، کارش گرفته، بیایم این قالب رو بیاریم رو صدای این خواننده پیاده کنیم، این شعر رو بگو، این کلمات رو استفاده کن، سبک تنظیم رو تو این سبک بزن، کار میگیره خیلی راحت و یه سال دو سال هم از خواننده‌اش استفاده میکنه و پولش رو در میاره، تموم میشه. بنابراین از شما قبول داریم که موسیقی پاپ ما امروز در ایران دچار یک جور فسادی از درون، فساد به لحاظ همین در واقع ساختاری، که خب حالا چه مسئله شایستگی رو بهش نگاه میکنیم، میبینیم که یه جای کار میلنگه، میایم به مسئله خلاقیت نگاه میکنیم که خب موضوع مهم هنره، باز میبینیم یه جای کار میلنگه، میایم به اون پیام فرهنگی و هنری و معنایی که باید کار داشته باشه نگاه میکنیم، باز میبینیم که میلنگه، ساختار کنسرت و تهیه کننده و قرارداد میلنگه. یعنی یه شرایطی هستش که به نظر خیلی سالم نمیاد. شما شخصا من... چطور این فکر میکنیم و چطور سلامت خودتون رو تو این فضا حفظ میکنیم؟ به نظر من مشکل ما، نقطه ضعفی که ما توی موسیقیمون داریم، بود تهیه کننده است. نکنین تهیه کننده تعریف نشده تو ایران. اصلا تهیه کننده حرفه موسیقی چه کسیه، با چه تعریفی و از کجا باید کارشو شروع بکنه؟ از نظر من نکنین تهیه کننده، شما پرودیوسرهای خارجی رو ببینید چطوری کار تولید میکنن. این آلبوم خواننده هیچ ربطی به اون آلبومش نداره. پرودیوسر میاد تیم میچینه برای خواننده. بله. خب میگه که برای این کنسرت، چرا؟ چون صاحب نظره، چون سواد داره تو این داستان، میاد
تیم میچینه برای خواننده که آقا این آلبوم تو ما باید تو این سبک انجام بدیم، این ویدیو تو ما باید تو این سبک بگیریم، باید بری با این خواننده کار کنی، موهات باید اینطوری باشه، فلان اینطوری باشه. متاسفانه تهیه کننده ما برو رو استیج، یعنی کاری که میکنن اینه که خواننده رو میبینه صداش خوبه، صدات خوبه، بیا اینجا بریم رو استیج. تنها کاری که میکنه اینه که میگه مهدی جوانی یه آلبوم میزنی بگیره برای این، خب میگیره یه کار چیکار میکنه، یه دکور میزنه رو استیجش، رو چهار تا لباس میده بپوشه و فلان اینا. مثلا این تنها کاری که تهیه کننده میکنه، یه کار دیگه ای نمیکنه. میدونی چی میگه؟ تهیه کننده کسی که خودش بره. تو ایران ما داریم یکی دو تا تهیه کننده مون اینطوریه واقعا، یعنی میدونه که باید چیکار کنه. مثل کیا اسم ببرین خوبه؟ چون حالا اونایی که ضعف دارن ما به لحاظ اخلاقی اسم نمیبریم، ولی خوبا رو که میتونیم اسم ببریم. آره من به نظر من تهیه کننده خودم خیلی دوست دارم، آقای ترابی. خب ما نقطه ضعف داریم از این لحاظ، این از لحاظ پروداکشن واقعا نقطه ضعف داریم. چون تهیه کننده کسیه که باید خواننده رو راهنمایی کنه، بگه که برو این کارو کن، برو نمیدونم این کارو بخون، برو این شعر رو بخون، بیا این نمیدونم فلان داستان، نه اینکه فقط برو رو استیج. میدونی چی میگم؟ اینطوری که خب هنر نکرده مهدی جوانی، مثلا آقا رفته خودش خونده فلان، نمیدونم با ذوق خودش، سلیقه خودش کارشو کرده. آخه انتقادم که به این دوستان میشه، همیشه این جوابو میشنویم که خب همین که مخاطب داریم، همین که بلیتمون فروخته میشه، یعنی یه جور جواب پوپولیستیه، قبول دارین؟ یه جور خب جواب خاطر... عوام فریبانه است. یعنی من صرفا تاییدم این باشه که سالن پر میکنم. خب این شاید به علت کمبود تفریح تو ایرانه، شاید چون تفریحات کمه، خب مردم از هر کنسرتی استقبال میکنن. به خاطر همینه که ما خواننده های پاپمون هیچ وقت بعد جهانی پیدا نمیکنه به نظر. حتی الان تاریخ مصرفشون تو خود ایران هم کم شده، یعنی شما ببینید ما در خواننده های گذشتمون افرادی رو داشتیم که هنوز فوت کردن، مثلا آقای ویگن دیگه در قید حیات هم نیستن، همچنان آهنگ های ایشون، صدای ایشون در تاریخ موسیقی ما ماندگار شده، حالا تو سبک پاپ راک یا هر سبکی که کار میکردن. ولی الان به نظر نمیاد مثلا این ترانه ها و این گروه ها حتی سه سال دیگه کسی یادش بیاد، یعنی بعد اینجور هم که شیرهشون رو دارن میکشن، یعنی مثلا 200 تا 300 تا اجرا تو سال اصلا شوخی نیست، یعنی خواننده عروسی هم اینطوری کار نمیکنه که. نه واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. میگم مسئله‌ای که ما داریم واقعا نقطه ضعف داریم تو این داستان و ما درست شدی یا نه درست میشه نمیشه. چون البته خب این هم هستش که ما تو ایران محدودیت هم داریم، حالا این هم نمیشه چشم پوشی نکرد، ولی خب باز میشه این کار کرد. ما خودمون الان از اساتیدمون استاد شجریان، خب همه دنیا میشناسن، استاد کلهور جایزه جهانی گرفته، گرمی گرفته، بله. یعنی اینکه خب اگر روی همین جوانای ما هم درست کارشه، پروداکشن درست بشه، میتونن چیزشه، میتونن بعد جهانی پیدا کنن. چرا نمیشه؟ چون فقط میخوان سالن میلاد نمایشگاه رو پر کنن، فقط میخوان برج میلاد رو پر کنن، فقط میخوان برنامه شهرستان زیاد برن. این نهایت فکر یک تهیه کننده است. این سقف آرزوها اینه. آره همین. خب بیشتر از اون نمیخواد دیگه تهیه کننده، دیگه پولش میخواد در آره. ولی تهیه کننده که خارج از کشور به فکر پروموت کردن خواننده‌اش تو سطح جهانیه. شما الان خواننده کشورهای دیگه رو ببینید، پیجاشون رو ببینید، نمیدونم 100 میلیون، 70 میلیون، 80 میلیون فقط پیج اینستاگرام و ایناست. کنسرتایی که میذارن تو استادیوم میذارن. میدونی چی میگه؟ ولی خب ما فقط برج میلاد و میلاد نمایشگاه رو پر کنیم، تهیه کننده موفقی هستیم. همین بعدش هم 24 ساعته داریم پشت سر اینو میزنیم که این خواننده اینو بزنیم، خواننده خودمون رو بکشیم بالا فلان. داستانه به نظر من ما ضعف تهیه کننده داریم و خیلی وقتا خیلی نقدا که به خواننده ها وارد میشه، اصلا این نقدا رو به نظر ما داریم اشتباه میزنیم به خواننده ها. مثلا میگیم که آقا چرا این کلیپ، مثلا دارم میگم کلیپ حمید هیراد کپیه مثلا کلیپ مثلا خارجیه. حمید هیراد بنده خدا تقصیری نداره، اینو با تهیه کننده انقدر کلیپ دیده باشه. خب مسئولیت خود آرتیست چی میشه؟ ببینید حالا چون بحث آقای هیراد مطرح کردیم، آخه مثلا من که مثلا مسئولیت اخلاقی خود یه هنرمند چی میشه؟ بالاخره یه هویتی هم یه خواننده، به خصوص خواننده که تبدیل به یه ستاره شده، حتما یه هویت شخصی هم داره. یعنی شما امروز هر مسئله‌ای رو که فرضاً برای شما پیش بیاد، آیا میتونیم بندازین گردن تهیه کننده 100% این مقصره و من از خودم اختیاری نداشتم؟ به نظر من حمید هیراد خیلی بی تقصیره،
چون حمید ایراد کارش خوانندگیه، کارش موسیقی، کارش کلیپ نیستش که. میدونید چی میگم؟ یعنی حمید ایراد نرفت و بگه که آقا این کلیپ رو برای من کپی کنید که. خب آره، ولی خب اون کار این مسئولیتش یعنی... این مسئولیتش گردن اون کلیپ ساز و بیشتر از اون گردن پرودیوسر حمید ایراده. خب کسی که داره پرودیوس میکنه یعنی چی؟ یعنی باید هم ویدیو بشناسه، هم موسیقی بشناسه، هم نمیدونم کار طراح صحنه بدونه. حداقل باید یه میزانی رو داشته باشه که آقا بگه این کار انجام بده. این کپیه، من این کلیپو دیدم. میدونین چی میگه؟ باز همه اینا ضعفش میگم، باز به تایید کننده هاست. خواننده ما هیچ بنده خدا خیلی خواننده ما خیلی آدمای نجیبی هستن. میدونین چی میگم؟ یعنی من چند وقت پیش دیدم که تو برنامه علی ضیا خب ماکان بند آورده بودن. اون سوالات ازشون کردم، خب مگه اونجا مدرسه است؟ میدونین چی میگم؟ اگه بخوایم ما نقد کنیم، شاید مثلا پای نقد خود علی ضیا برسه خیلی نقد تو بهش باشه. شاید یه کسی بیاد بشینه علی ضیا رو نقد کنه. میدونی چی میگم؟ اینکه تو بیای جلوی خواننده پاپ بشین راجع به موسیقی سنتی بپرسی، خب این درست نیستش که. شما فکر میکنین اگه راجع به موسیقی پاپ میپرسیدن جواب هم آره جواب میدادن؟ در حال اینا دارن میخونن، کسی که داره جوست میخونه، گیتار میزنه، میخونه فلان، خب میدونه دیگه. میدونی چی میگم؟ گام ها رو میدونه، نمیدونم نوتا رو میدونه فلان. البته این داستان در مورد آقای سالار عقیلی هم تکرار شد. اصلا خیلی این داستان یعنی ایشون که حالا به هر حال بعد شما یه مهمونی میارید متاسفانه من سر همین داستان خب خیلی جا نمیرم. یعنی مثلا من یه اشتباهی کردم، رفتم تو برنامه من و شما با آرش زلیپور مصاحبه کردم. همون اول برگشت گفت امیرحسین مقصودلو، گفتم که امیرحسین مقصودلو، گفت امیر تتلو، گفتم که خواننده خوبی. یعنی فقط دنبال اینن که حالا دور از جون شما، دنبال اینن رسانه‌ها که خراب کنن هنرمندا. خب این زشته. وقتی شما یه مهمونی داری باید اون مهمون نوازی کنی. رسم مهمون نوازی نیستش که تو یه رسانه ای که متعلق به 70 میلیون 80 میلیون جمعیت ایرانه، مخاطب نشسته اون برنامه رو، تو داره برنامه رو نگاه میکنه، تو به آموزش اینو بدی که از نقطه ضعف کسی رو کنی و اون آدم رو مسخره کنی. درست نیست دیگه. رسانه ای که مال مردم، میدونی چی میگم؟ خیلی حرکت زشتی بود. همینطور به تکرار این اتفاق افتاده تو برنامه های مختلف. ببینید من یه نکته ای، آدم مهمون، ما شیرازی هستیم مهمون نوازی. میدونی چی میگم؟ آدم وقتی مهمون دعوت میکنه مهمون نوازی میکنه، مهمونش رو اذیت نمیکنه که. وقتی که ضعف هایی دیده میشه در اجراها، در کنسرت ها، مثل مسئله پلی بک خوندن، مثل فالش خوندن، مثل همین کارهای کپی، خب اینا یه موج انتقادی رو میاره که یه جایی هم میگن خب اصلا بذار ببینیم اینا هم کلا میدونن موسیقی چیه کلا. خب من به نظرم یعنی باز این اشتباهه. یعنی حالا من میگم تایید نمیکنم اون حرکت ها، ولی میخوام بهتون بگم اونم از یه فشار خب مردم. قاعدتا مردم نیومدن بگن که ایشون موسیقی سنتی بلده یا نه. ببین چی میگم، همچین چیزی نبوده. اما مسئله ای که هست اینه که روحان هادیان خیلی هم بچه با سوادی در زمینه موسیقی، بله میخونن، یعنی این خیلی اصلا علاقمند جدی ماجرا. تو همون برنامه روحام عزیز زنده خونده، به اون قشنگی خونده. میدونی چی میگم؟ بعد اونها مخاطبای خاص خودشونو دارن. میدونی چی؟ ممکنه مثلا من الان یه دونه شعری بخونم باب سلیقه شما نباشه، ولی یه دختر 14 ساله دوست داشته باشه. میدونی چی میگم؟ و اون دختر 14 ساله ممکنه موسیقی که شما گوش میکنین دوست داشته باشه. مثلا ایشون دو سه تا زبون دارن، یه مصاحبه‌ای دارن، نمیدونم شما دیدید یا نه، یه مصاحبه‌ای دارن استاد بنا، بله، که میگه من که نمیخوام کسی رو مجبور کنم منو گوش کنه، من که نمیخوام کسی رو مجبور کنم موسیقی راک گوش کنه، هر کی دوست داره هر موسیقی دوست داره گوش کنه، چون موسیقی کاملا یک چیز سلیقه‌ایه. ممکنه که من رو خیلی دوست نداشته باشن، خیلی هم دوست داشته باشن، خیلی‌ها بگن بابا مهدی جهانی چیه، اصلا افت کرده فلان، یه سری بگن نداره پیشرفت میکنه. نظرها همیشه متفاوته. اصلا هنر یه مقدار دلی هم و از اون طرف حالا من از شما یه سوال نکن، این بچه‌هایی که میان توی یعنی توی همون برنامه، حالا من برنامه حالا علی ضیا هم از دوستان خوبه، منم خیلی دوستش دارم، ولی خب مسئله ای که هست این بچه ها محبوبن دیگه. میدونین چی؟ در کنار کامنت های منفی که داشتن بسیار کامنت های خوب دارن. بله کلی طرفدار دارن. شما هم توی دارن. پیجشون، هم توی سالوناشون، توی مراسم هایی که میرن. الان توی یه مراسم مثلا ماکان بند، بچه های ماکان بند برن، روحام و امیر برن اونجا، خب سالون منفجر میشه. این یعنی که این آدم ها موفق هن. حالا به خاطر مثلا 30 تا دونه 40 تا دونه کامنت منفی آدم نهاد بره شخصیت یه آدم بیاره پایین، که به خاطر اینکه حاشیه برنامهش خوب باشه، برنامهش دیده شه. میدونی چی میگم؟ این به نظر من درست نبود.
و برگردم به بحث قبلیمون، این که خواننده ها خواننده هایی که دارن کار میکنن و خیلی وقتا خیلی نقدا به سمت اینها میره، ما ببینیم که باهوش باشیم و ببینیم که این نقدا به نظر من از خواننده نیست، از شاید خیلی چیز تقصیر خواننده نیست، تقصیر پروداکشنشه، تقصیر پرودوسرشه. ببینین چی میگم، مثلا یه سری رفتارهایی که شاید یه خواننده اصلا توی جمعی میکنه، عکس نمیگیره میره. ببینین چی، مثلا من توی کنسرت تبریز 4 تا سانس 1000 خورده ای نفر رو وایسادم و عکس گرفتم چون اونجا به من اجازه دادن. اما تو سالن میلاد این اجازه رو نمیدن. آره مثلا توی سالن میلاد مثلا یه مقداری سخت‌تر هستش چون کنترلش هم سخت‌تر هستش، حالا چون اونجا جو امنیتی داره نمیشه، ولی خب مخاطبی که باهوشه از چشم من نمیبینه. میدونی چی میگم؟ میگه که مهدی که کاری نداشته بنده خدا، گفتن که نگیر. میدونی چی میگم؟ آیا جدی این به نظرتون منصفانه است؟ ما اون جایی که علاقه مردم و موفقیت و اینا بذاریم به حساب خواننده و بگیم که خب مثلا دمش گرم و اینا، اون جاهایی که ضعف و اشکال و کار غیر اخلاقی اتفاق میفته بذاریم به حساب تهیه کننده؟ نه خب اینا من دارم میگم، چون ببینید همون تهیه کننده هم حالا چون هم بحث حمید هیراد بود هم ما کامبه، خب ببینید یک نفر مثل مثلا آقای اردستانی هم به نظرم این بخش نیمه پر لیوان هم باید خب ایشون هم هنرش این بوده که یعنی یه استعدادهایی رو پیدا کرده، بهشون فرصت داده، پروبال داده، یعنی پس نمیشه خیلی هم اینجوری بگیم که خب نه اگه اشکالی از اونه و اگه هر که مثلا موفقیتی خب از خود بچه‌ها سر و به نظر من هم اصلا این بچه‌ای که یعنی یه جور رفع مسئولیت انگار بله. از آرتیست نه اون که 100% میگم، چون ببینید شما وقتی یه خواننده روی استیج، من توی کنسرت خودم هم گفتم خدمتتون، یه تیم پشت این داستانه، باز زحمت کشیدن، همون دکور به هر حال شاید ساده باشه شاید، ولی زحمت کشیده شده، نمیدونم پیگیری ها شده، جاهای مختلف رفته شده، تیم های مختلف بوده که این خواننده رو استیج داره میخونه. بله این از این جهت هم خواننده ها باید زحمات مثبتی که تهیه کننده میکشن و قدردان باشن و عرضم حضورتون که اینها هم لحاظ کنن. بحث نقطه ضعف ها شد، من گفتم مثلا دارم میگم مثلا کلیپ حمید ایرا که کپی بوده تقصیر حمید هیراد نبوده، این وظیفه پرودیوسرش بوده که تشخیص بده که داده این کلیپو داده فلانی بسازه، این کپی کرده یا نکرد. ما فکر میکنم این حالا شاید اصلا یه مسئله کلیه تو کشور ما، از مقامات ما شروع میشه تا به خواننده ما میرسه. اونم اون که جاهایی که اشتباه میکنیم به جای اینکه بپذیریم که انسان جایز الخطاست و اشتباه میکنه و عذرخواهی کنیم، انقدر این اشتباه رو لاپوشونی میکنیم و توجیه میکنیم که دیگه بدتر از توش مثلا یه آبروریزیای بزرگتر پیش میاد. حالا ماجرای پلی بک همین بود دیگه، اگه از روز اول میگفتن آقا من سرما خورده بودم و این یه اجرا رو استثناء هم پلی بک خوندم، خیلی بهتر بود از اون پروسه‌ای که طی شد و در انتها هم به همون عذرخواهی باز ختم شد. ولی خب دیگه یه جور دروغگویی هم انگار چاشنی شده. بله حالا امید عجیلی تو کنسرت من دیدم جوابی که به این سوال داده بود این بودش که کاش همون اول میگفتن خیلی بهتر بود، چون به هر حال میگم بحث پلی بک کردم، خب من خدا رو شکر تا الان مشکلی برام پیش نیومده که این کارو بکنم، یعنی سعی میکنم که یعنی همیشه سعی کردم و این کار رو انجام دادم که زنده بخونم، با اینکه خب اجراهای سری از قطعات من خیلی سخت بود همیشه، یعنی توی کنسرت اول هم به سختی میخوندم، شاید هم سوتی میدادم چند جا چون اولین بارم بود میرفتم روی استیج، اما واقعا کاریش نمیشه که، یعنی مثلا شما میبینین که یه دفعه 4000 تا بلیت فروختین، یه مشکلی پیش اومده برای صداتون، مثلا اینجا رو نمیتونید بخونید یا تو این آهنگ نفستون نمیکشه، مجبورید این کارو بکنید. و من فیلم‌های اجرای حمید هیراد عزیزم دیدم که خیلی هم صداشو دوست دارم، میبینم که زنده داره میخونه و عالی هم داره میخونه. اونجا هم خب یه مشکلی بوده حتما که این اتفاق افتاده، ولی خب به قول امید حجیلی خب اگر همون موقع آدم میگفتش که آقا این داستان پلی بک بوده و ما عذرخواهی میکنیم یه همچین مشکلی بوده، خب خیلی بهتر بود به نظر من تا اینکه ادامه پیدا کنیم. پشت همه این مسائل که حالا الان این دوستان داغن، این اتفاقا برای خیلی خواننده های دیگه هم مسائل حاشیه‌ای این چنینی پیش اومده، داستان های مختلفی، حالا اگه یادتون باشه یه زمانی مثلا در مورد سیروان بحث
در واقع کاور کردم مطرح بود و خیلی مسائل این چنینی که حالا بحثای طبیعی یه کار موسیقی هستش و پیش میاد. منتها مسئله‌ای که الان فکر میکنم پشت همه اینا خیلی پررنگه و میخوام بدونم شما چه تجربه‌ای باهاش داشتین، همین مسئله اظهار نظر و کامنت و فشار مردمه. یعنی انگار همه یه جوری میترسن از اون واکنش هایی که به خصوص ممکنه تو فضای مجازی ببینن. شاید همین باعث میشه که یه خواننده ای اصلا دست و پاشو گم میکنه، دروغ میگه، لاپوشونی میخواد، چون اصلا انقدر وحشت این به وجود داره که چه خواهد شد در فضای مجازی. و خب ببینین حمله ها هم به شدت بیرحمانه است حتی بعضن. دو تا نکته شما چه تجربه تو این حوزه دارین و چه جوری لمسش کردین این قضیه رو؟ من یه نکته بگم خدمتتون. بحث این که خب حمید ایراد عزیز با فشاری کرده بود که نه ما پلی بک نکردیم، من میگم شاید این هم باز اصرار اطرافیان حمید ایراد بوده که قبول نکن این داستان رو. خب این بحث، یعنی باز هم میگم که اینقدر به خود هنرمند حمله نکن. این داستان بحث اینستاگرام که خب این روزا خیلی بحثش هم داغ هستش و این تجربه که گفتیم، بله من یه بار صبح بلند شدم دیدم 4000 خوردی فوش و ناسزا زیر پستم، تو یکی از پستام رفتم کامنت ها رو باز کردم، دیدم کل این 4500 تا با 3 تا دونه آیدینه گذاشته شده. پرسجو کردم فهمیدم که خب خیلی راحت شما میتونید زیر همین الان شما برید زیر پست من کامنت بذارید. چقدر؟ مثلا 1000 تا، 2000 تا، 4000 تا شما میتونید الان زیر پست من کامنت بذارید. هم میتونید کامنت مثبت بذارید، هم میتونید کامنت منفی بذارید. شما اینو میدونستی؟ یعنی در واقع یک جور کامنت، یه جور ربات، یعنی میخوام بگین استفاده آفر. شده بوده. نکن این داستان قبلا تو موسیقی پاپ مثلا قدیمی، مثلا تو مثلا 10 15 سال پیش که من اون موقع بچه بودم، این داستان توی مثلا کجا بود؟ توی مثلا سایتای بالا، اون موقع یادم نیست، مثلا سایتایی که مثلا در حد بلاگ بودن، مثلا سایت هم نبود. کامنت میذاشتم، مثلا یه نفر میفت 20 کامنت میذاشت. این داستان الان اومده پیشرفته شده و تو اینستاگرام خیلی راحت مثلا من میگم که مهدی جهانی موزیک داده بیرون، منم مثلا یه شما خودتون اون خواننده جدیدم، یا پستتون چه ویژگی داشت که اون کامنت ها براش اومده بود؟ یعنی من یه آدمی با من خصومت داشت، من صبح بلند شدم دیدم 4500 تا فوش زیر کامنت زیر پستم. اینستاگرام خیلی از کامنت هایی که شما میبینید فیکه و از طریق یه سری اپلیکیشن این گذاشته میشه و حتی از طریق خود اون آدم میتونه گذاشته بشه. یعنی یه هزینه کم، شخصی نظر بله با یه هزینه مردم کم نیست؟ نه خب هست، ولی با هزینه کم مثلا داره. من کامنت های مثبت رو میگم، مثلا منفی ها رو نمیگم. من میام یه دونه موزیک میدم، یه دفعه شما میاد مثلا پست قدیم من میبینی 1000 تا کامنت، نه خیلی دیگه کامنت داشته 8000 تا کامنت. شما الان برین مثلا خواننده خارجی، مثلا عدل، مثلا پیجش 40 50 میلیونه، کامنت چقدر میگیره؟ 8000 تا میگیره، 10000 تا میگیره. ولی ما الان یه مدل داریم تو اینستاگرام پست میذاره 67000 تا کامنت میگیره. چجوری 67000 تا کامنت میگیره؟ آخه این به نوع فعالیت صفحه هم برمیگرده. نه دیگه، شما الان یعنی هر کاری کنید چطوری 60 آدم ها خیلی فعالن و به خاطر همین مخاطب بیشتری براشون کامنت میذاره. نه دیگه، من چون تحقیق کردم دارم خدمتتون میگم. ببینید نکنید 67000 تا کامنت، اونم توی مثلا 20 تا پست آخر که یه عکس ساده است. یعنی شما مثلا شما یه عکس از من گرفتین همینطوری 67000 تا کامنت زیرش خورده، کاملا فیکه و خودشون میذاره خیلی وقت. و اینکه مثلا دارم میگم من یه موزیکی میدم بیرون، مثلا شما یه موزیک مثلا میدم بیرون عاشقت بود، شما برید پست منو ببینید، مثلا موزیک عاشقت بود که دارم، فکر کنم 800 تا دونه کامنت خورده، 900 تا دونه کامنت خورده. هیچ وقت خودم نمیدم برای خودم کامنت بخرم که آقا مثلا موزیک منو مثلا سایت تی وی پلاس گذاشته روی صفحه، من برم 8000 تا کامنت بریزم و زیر که به چه موزیکی مهدی جهانی فوق العاده است، آفرین، قلب، بوس، فلان. همچین کاری دارن میکنن، یعنی هنرمندی دارن این کارو میکنن که شما باورتون نمیشه. من اطلاع دارم، من البته باورم میشه چون
چیزی که ما تو کار خودمون میبینیم. مثلا ما میریم با یک بند موسیقی مشهور مصاحبه میکنیم، اون مصاحبه مثلا یه عدد طبیعی روی سایت یا یوتیوب دیده میشه و یه دفعه تو اینستاگرام منفجر میشه. بعد تازه ما تو پیج خود تیوی پلاس میبینیم یه عده میگن اینا کیان و ما نمیفهمیم. اگه هنوز اینا اونقدر شناخته نشدن که یه عده میگن کیان، پس چجوری یه دفعه پستشون مثلا تو صفحات خودشون منفجر میشه؟ کامنتایی که شما این حرفو من تجربه کردم و یه حدودی میفهمم حرف شما رو. هم لایک هم کامنت از پیج حقیقیه، یعنی مثلا یه دفعه مثلا یه دونه کامنت از طرف شما رفته زیر پست مهدی جوانی، مثلا تو حد خیلی چیز عجیبیه. خیلی عجیبه، خیلی خطرناکه. آره دیگه. و حالا میگم قدیم هنرمندا میرن خودشون واسه خودشون مثلا تو رادیو فن پیج میزنن، ولی تو رادیو داشتم میرفتم تو رادیو ماشینم، خیلی قبلا مشتاق کبیری عزیز داشت مصاحبه میکرد، میگفتش که این داستان رو داشت میگفت، بعد نسبت به مثلا سایت ها و بلاگای قدیم که بودش میگفتش که اون موقع داشت اینو میگفتش که مثلا فلان تهیه کننده اومده مثلا به من میگفته اگه میخوای کامنت خوب زیر پستت تو فلان جا بریزم مثلا انقدر پول بده فلان بده وگرنه فلان میریزم. واقعا میگفت همچین چیزی و همچین چیزی الان هست و خود تهیه کننده و هنرمنده دارن این کارو میکنن. ایشون باورتون نمیشه، یعنی مثلا من میرم میگم که آقا مهدی جهانی چیه فلان، بعد مهدی جهانی بزنیم زمین، شروع میکنن هر جا که پست منه کامنت میریزن. من اجرا اولم توی سالن میلاد نمایشگاه شروع آهنگم با عشقت که باشه بود. اول عشقت که باشه واسه من سخت، خیلی سخت خوندنش. اجرا اول، آهنگ اول عشقت که باشه من فالش خوندم، همونو پست گذاشتن تو صفحه نمیدونم چی کنسرت و فلان کنسرت و اینا، در صورتی که اون اجرا غیر از یک دقیقه اولش خیلی اجرا خوبی بود. همیشه هم یعنی دیگه الان یه اجرای من رواج شد. خیلی جالب بود که از اولین اجرای من 30 ثانیه فالش خوندن منو گذاشته بودن به عنوان اولین کنسرت مهدی جان. این چیزا خیلی هست، یعنی متاسفانه فضای مجازی همونطور که خیلی مزیت داره، خیلی خوبی داره، خیلی هم چیز خطرناکیه. چون الان به نظر من اینستاگرام یا مثلا اپلیکیشنه که اینطور وارد ایران میشه موجب دوچاره پدیده تأخر فرهنگی هستیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک محصولی وارد کشور ما میشه، فرهنگش دیرتر از خودش وارد میشه. اینستاگرام هم همچین داستانی داشت، یعنی اینستاگرام وارد یعنی ایرانی ها کاربران خیلی زیادی واردش شدن از ایران، ولی خب فرهنگ استفادهش نبود. سر همین شما میبینید که میان فوش میدن و نمیدونم هزار جور بی اخلاقی شما میبینید تو اینستاگرام. ببینیم مثلا ما میتونیم بگیم کامنت ها بر... ولی نمیتونیم بگیم وقتی آقای پرواز همای میاد در انتقاد از یه خواننده یک پست منتشر میکنه اون که دیگه یعنی اون دیگه ایست واقعیه، شکی نمیشه بهش کرد. نه من این حجم از فوشایی که میدن و نمیدونم یه سری از خواننده‌ای که شما میبینید بود نیستن که دفعه میبینید مثلا 20,000 تا کامنت مثبت دارن و یا مثلا یه دفعه میرید میبینید که آقا این آهنگ این خواننده چقدر خوبه ولی کامنت هایی که زیرش بده. خود این ماجرای وایرال کردن هم به نظر میاد خیلی براش هزینه میشه. بله بسیار زیاد. میگم مثلا این یک صحنه از یک کنسرت. ببین قبلا ها میومدن میگفتن که آقا میخوای موزیکتو پخش کنی اینقدر پول بده ما این سایت ها بذاریم برات. الان این اومده رو اینستاگرام، یعنی پول میگیرن از شما، شما رو تو اینستاگرام پروموت میکنن، هم از طریق پروموت خود اینستاگرام که به دلار پول میدن، هم از طریق پول دادن به پیجایی که فالوورزشون زیاد هستش، پیجای 1 میلیون و 2 میلیون و اینا پول میدن و کارشون رو میذارن. آقای جهانی پس بذاریم بریم سراغ یه بحث دیگه ای که اینم خیلی از اون بحثای مشکوکه. حالا که شما اینو گفتین، تو سالهای اخیر یکی دو تا کنسرت یا حتی بیشتر بود که گفتن در 3 دقیقه در 5 دقیقه تمام بلیت ها فروخته شده. بعد از اون اومدن یه سری از همکارای شما شروع کردن توضیح دادن که اصلا در عمل یه همچین چیزی غیر ممکنه و سایت میاد پایین اگه یه همچین اتفاقی بیفته و این باز یک جور در واقع شاید بشه گفت کلاهبرداری اینترنتیه، یه جور تبلیغاته که در واقع برای بعضی خواننده ها اجرا میشه. من سوالتون رو فهمیدم. ببین مسئله ای که هست، زمانی که
من کنسرت گذاشتم بلیط های دو سانس من توی 20 دقیقه فروش رفت. شب دوم باز کردیم توی 25 دقیقه فروش رفت. شب سوم باز کردیم توی 45 دقیقه فروش رفت. شب چهارم با کردیم توی 2 روز فروش رفت، چون سالنش سالن ایرانیان بود و خیلی دور بود. کاملا هم واقعی فروختیم، اما متاسفانه ببینید، من تو این چند سالی که من کوچیک همه هم هستم تو موسیقی، اصلا هیچ ادعایی هم ندارم، ولی تو این چند سالی که دارم کار میکنم حجمه زیادی از نامردی ها رو در حق خودم دیدم، دزدی هایی که از آهنگای من شده رو دیدم، ولی هیچ وقتی چاشه‌ای درست نکردم. یعنی کسایی هم هستن که الان رو اوجن و خیلی من باشون رفیقم، حتی تو روی خودشون هم نگفتم که تو همچین کاری کردی. وقتی که بهنام بانی کنسرت گذاشت من خوشحال شدم، وقتی که حمید هیراد کنسرت گذاشت من خوشحال شدم، وقتی که ماکان بند اومد من خوشحال شدم، وقتی که آرش ایپی و مسی کنسرت گذاشتن من خوشحال شدم. اما متاسفانه زمانی که من کنسرت گذاشتم خیلی ناراحت شدم و چیزی که من خودم میدیدم که آقا بلیط فروشی داره انجام میشه، یعنی سر تایمش باز شده و مردم دارن استقبال میکنن. یه خواننده ای که 2-3 سال هم خودش رو اوج بوده، خیلی هم خواننده خوبی بوده، برداشت رفت پست گذاشت که من رفتم نمیدونم سوپرمارکت کارت بکشم 20 دقیقه طول کشیده، اینا چطوری رفتن فروختن؟ که وقتی رهبر ارکستر من که قبلا رهبر ارکستر ایشون هم بود بهش این پست دادید خندید، شما همه کدو که... رو دادیم فقط اسمو نمیگین. آره نه، چون اصلا من کسی که اینجا نیست سعی میکنم که اسمشو نگیم، اگه بود راجبش صحبت میکنم. برگشت گفتش که رهبر ارکستر من برگشت گفتش که کسی نیست بگه تو همون موقع که ما باید کار میکردیم کارتت کار نمیکرد، کارتت دیر میکشید، پول نوازنداتو نمیدادی. یا یه سری خواننده هایی که درجه 2 بودن برداشته بودن پست گذاشته بودن، یه بنده خدایی رفته بود یه پوستر طراحی کرده بود که پوسترش رو عین من درست کرده بود، نوشته بود آوای بوق زیرش رو شرکتش رو زده کنسرت من، خیلی متشکرم که 3 دقیقه سولدات کردین. شروع کردم به تمسخر کردن من. بله میشه 20 دقیقه فروخت، چرا نمیشه فروخت؟ من فروختم، من 20 دقیقه فروختم. بهنام بانی کاملا واقعی داره سولدات میکنه. بهنام بانی 2 تا سانسش رو سولدات بره ارگانی از قبل بریزه توی سالنش، چطوری 6 شب میتونه داره سولدات میکنه؟ 6 شب بره بده ارگانی، چطوری بره بده ارگانی؟ اصلا این شدنیه به نظر شما؟ بهنام بانی خواننده خوبیه، قبول کنیم داره میفروشه سولدات هم میکنه، براش هم به جای اینکه انرژی بد بفرستیم انرژی خوب بفرستیم و خوشحال باشیم که یه خواننده خوبی داریم که داره سولدات میکنه و مردم دارن میرن کنسرت و حالشون خوبه، چرا همش داریم حسادت میکنیم؟ آقا چی باعث میشه که این فضا ولی پیش خب از طرفی یه جایی هم کار هست، حتما یه نامردی داره. ببینید کسایی مثل آقای مثلا من تاجی و بهنام بانی، خب این داستان برای اون اتفاق نیفتاده، یعنی برای من که اصلا اتفاق نیفتاده، برای بهنام عزیزم میدونم اتفاق نیفتاده. وقتی که تیغ چاقوش این چاقو هم دستم به سمت من بود و به سمت بهنام بانی بود، به سمت من تازه فهمید که بهنام بنده خدا چی کشیده از این داستان. ولی این اتفاق هم میتونه بیفته که شما بری مثلا سالن تو، الان میدونم که خب بازم میگن حالا ندیدی چیز رو مطمئن نگو، بازم مطمئن نیستم، ولی همچین چیزی میشه که شما سالنتون رو از قبل به یه ارگانی بفروشین، مثلا 1500 تا 2000 تا بلیتتون رو با 30% تخفیف بفروشین، پنلتون باز تهیه کننده تو پنل بلیت ها رو میسوزونه، زمانی که بلیط فروشی باز میشه مثلا نصف سالن پره. این کارو کردم. ببین من حرفم اینه چه اتفاقی میفته که مثلا آقای حامی، بله، نیما مسیحا، مانی رهنما، ببینید قبول دارین که اینا خواننده های خوبی هستن. بله خواننده خیلی خوبی هستن. و خواننده هایی هستن که مسیر خیلی درستی رو طی کردن. بله. چه اتفاقی میفته؟ آقای شهرام شکوهی. بله. و خیلی دوستانی که در زمان خودشون هم هیت بودن، آهنگای خوب داشتن. آقای خشایار اعتمادی. بله. چی میشه که اینها کاملا فیلد میشن
و گروه های جوون که اصلا سابقه ای ندارن، اصلا سن خواننده کلا مثلا 22 ساله و اونها میان مثلا 200 شب نمیدونم 260 شب اصلا یه چیزای عجیب غریبی در یه سال مثلا اجرا میرن، حتما پس یه جای کار اشکال داره. من میخوام بدونم اشکال مردم نکنه چیه در واقع، یعنی این نشون میده پس یه چیزی پشت پرده ماجرا هست دیگه. ببین ما جامعهمون، مردم ما خیلی مسائل اجتماعی روشون تاثیر میذاره تو روحیه‌شون. یه موقعی مردم دوست داشتن که کار خوب گوش کنن، کار مثلا کار استاد حامی رو گوش کنن، آقای خشایار اعتمادی رو گوش کنن، یا مثلا بقیه خواننده عزیزی که نیما مسیح های عزیز من. که به نظر من خوب بودن این دوستان، ولی اسمایی که گفتم به نظر گفتیم به نظرم توشون اینا خوب بودن. اصلا خود این خواننده های جوان خیلی اوقات از اینا به عنوان الگو، و مثلا همین آقای روحام هادیان میگه من خواننده مورد علاقه هم مثلا حامی نیما مسیح هست، میدونی؟ یعنی اصلا الگوی خیلی از همین جوان ها هستن. حرف من اینه، سلیقه مردم بسته به حال و روزشون و اون حال و روزی که تو اجتماع دارن، حال و روز شرایط معیشتی که دارن تغییر میکنه. یه موقع مردم دوست دارن غمگین گوش کنن، جامعه نمیدونم جامعه میپسنده که موزیک غمگین گوش کنه، و الان سلیقه جامعه به علت این که مردم حالشون خوب نیست شاید، و به نظر من حالشون خوب نیست، دوست دارن میرن کنسرت آهنگ 6 و 8 گوش کنن، دوست دارن یه جا برن شاد باشن، میدونی چی میگن؟ به خاطر همین ترجیح میدن که بیان مثلا کنسرت من، کنسرت ماکان من، کنسرت بهنام بانی عزیز. و وقتی هم که شما دارین تو کنسرت میخونین میبینین که مردم جمعیت دوست داره شما شاد بخونین. آخه ما هم داریم به این سلیقه جهت میدیم دیگه. بعدم آخه این دوستان هم آهنگ شاد دارن. نه شاد دارن، ولی خب به نظر من سلیقه مردم تغییر کرده. نکنی کسی مثل سیروان خسروی همیشه به روز بوده به نظر من. خب ولی خب خشایار اعتمادی خودش هم کمکار، همش خشایار اعتمادی چند وقت کار نداده، از یه آلبومی که دیگه فکرم چند سال پیش داده دیگه کاری نداده که، میدونی چی میگم؟ حامی عزیز اخیراً دیگه کاری پخش نکرده، میدونی چی میگم؟ یه آلبومی باشه که من خودم الان یک سال کنسرت گذاشتم، الان سیر بلیط فروشی من نزول پیدا کرده. چرا؟ چون یک سال دارم ترکایی رو میخونم که مردم دو سال باش خاطره داشتن، الان زمانی که مهدی جانی با ترک جدید بده، و وقتی هم ترک غمگین میده مردم میگن چرا داری غمگین میخونی، شاد بخون. ولی شما یکی دوتا آهنگی داشتین که نسبتاً هم غمگین بوده و هیت هم شده اتفاقا. آره مثلا کار دوری تادت میشه بوده، کار شادی دیوونه بوده اینا. بله من میگم ببین یکم اینجوری نشده که ببینیم، من از اول صحبت دارم یکم اینجوری نشده ما همه چی رو میندازیم گردن مردم، یعنی اینم باز به نظرم یه رفع مسئولیتیه از اون چیزی که واقعا تو بازار موسیقی مردم نخوان، مردم میخوان، مردم میبینن، مردم نمیبینن. نه نکنی مردم اگر یه جوری پوپولیستی قضیه دوست داشت دیگه. دوست نداشته باشن خب من از فردا اصلا هیچ کس موزیک منو گوش نمیده، در میتونم بگم در یه زمان یک ماهه اصلا کلا من فید میشم اگر مردم نخوان، یعنی فرصت برای همه برابره و مردم انتخاب میکنن. ببینید نکنی خشایار اعتمادی عزیز از خوانندگان خیلی خوبه، مگه الان کنسرت بذاره، کنسرت بلیط فروشی باز کنه، آیا مثل بهنام بانی میفروشه؟ با اینکه من خیلی خشایار اعتمادی عزیز رو دوست دارم. خب این چیه داستان چی؟ مردم الان بهنام بانی رو دوست دارن، سبکش رو دوست دارن، صداش رو دوست دارن، و این تغییر همیشه اتفاق میفته، یعنی به خصوص موسیقی پاپ که پاپیولر نکنه. موسیقی سنتی ما یک قالبی داره به شدت تکنیکیه و خواننده هایم که توشن چند تا هم که موندگارن، سالار عقیلی، استاد شجریان، همایون شجریان، استاد علیرضا قربانی، اینا کسایی هستن که موندگارن، و کسی که میخواد بیاد وارد اون عرصه بشه کارش خیلی کار براش سخته که وارد بشه، چون کسانی هستن که قولن توی اون دست. اما موسیقی پاپه، یعنی یه چیزیه که عامه مردم گوش میدن و بیشتر هم دوست دارن گوش میدن، حال کنن، مثلا تو تنهاییشون گوش کنن، شادی میخوان بکنن گوش کنن، یه چیزی باشه که حالشون خوب کنه، و الان در حال حاضر این خواننده هستن، و دو سال دیگه ممکن است یه سری خواننده دیگه باشه. میدونین چی میگه؟ حامی عزیز خواننده فوق العاده خوبی، استاده به نظر من، نیما مسیحا استاده، صدایی که اینا دارن آسمانیه به نظر من، اما خب
سلیقه مردم فیلتری مثل بابک بیات رد شدن دیگه. یعنی یه استاد اینا رو گزینش کرده، یعنی واقعا قدر اینها رو باید دونست به نظر من. بله. و اینکه واقعا هم جاشون خالیه، یعنی من خودم خیلی دوست دارم کنسرت حامی عزیز برم، واقعا دوست دارم. همونطوری که من خب مثلا کنسرت یه سری کنسرت ها میرم میشینم و اصلا به عنوان مهمانم نمیرم، بلیط میخرم میرم میشینم. مثل کنسرت ارکستر سمفونی که آخریش بود استاد شهرزاد روحانی، تالار وحدت. بله. بله. کنسرت ارکستر ملی زمانی که آیه استاد فخرالدینی بودن میرفتم، بلیط میخریدم و میرفتم میشستم میدیدم لذت میبردم. استاد حامی به نظر من، استاد نیما مسیح، یعنی کسی هستن که کنسرت بزنن من خودم میرم بلیط میخرم میرم تو سالن میشینم و نگاه میکنم چون دوستشون دارم. فعلا واقعا جاشون خالیه، ولی خب سلیقه مردم چیز دیگه شده به نظر من. یک بحثی هم که الان داغ تلاشیه که با همه محدودیت ها خواننده ها دارن توی بحث اجرا میکنن، یعنی هر کسی داره تلاش میکنه که به هر حال، به خصوص میگم حالا که بعضی کنسرت ها زیاد شده که حالا هم یه چیز مثبت میتونه باشه هم منفی، ولی به هر حال از اون جنبه مثبتش دارن سعی میکنن که دیگه فقط یک اجرای خشک و خالی نباشه، یه در واقع چاشنی هایی هم داشته باشه که سرگرم کننده تر باشه برای مردم. تو اون بازار و تو اون رقابت شما دارین چی کار میکنین؟ یعنی شما چه تلاش هایی کردین برای اینکه کنسرت هاتون یه ویژگی ها و یه امضای خودش رو پیدا کنه و بجز بحث لذت از موسیقی در واقع سرگرمی های دیگه هم برای مخاطب داشته باشه؟ خدا رو شکر الان خیلی فضا بازتر شده به اجرای کنسرت ها، این که مثلا میتونن کارهای ویژه‌ای کنن. مثلا من دیدم مثلا کنسرت اشفان یک کسی اومده بود با یه دونه از این دایره ها میچرخید، یا مثلا کنسرت آرش ایپی عزیز و مسیح عزیز دوتا بازیگر آورده بودن روی استیج که بازی میکردن، کنسرت ماکان بند مثلا آدم آهنی آوردن روی استیج. این داستان خیلی خوب، این قبلا نبود. یعنی مثلا من یادم این که کنسرت استاد پور ناظری بود، یه کنسرتی بود تلفیقی بود با فکر کنم موسیقی اوکراین که استاد کیخسرو پور ناظری بود و سهراب پور ناظری و طهمورث به پور ناظری عزیز، که چه کنسرتی بود، واقعا فوق العاده بود. ما رفته بودیم اون کنسرت و اینها رفته بودن کار کرده بودن. اون موقع چند تا از عزیزان از قونیه که رقص سما می‌کردن آورده بودن که مجوزش هم گرفته بودن که اجرا کنن، اما شب اجرا گفتن که اجازه ندارن اینا اون پشت رقص سما کنن، که این دو نفر نشونده بودن اون پشت، یعنی بنده خدا از قونیه آورده بودن، فقط نشسته بودن. که یادم استاد پور ناظری هم یه صحبتی راجع به این داستان کرد و یه گلایه‌ای کرد. اما الان فضا باز شده، خیلی بهتر شده. ما تو موسیقی سنتی هم این هست که خیلی دارن تلاش میکنن. بله. الان تئاتر اومده، تئاتر موزیکال اومده. بله. الان تئاتر بینوایان هستش که من شنیدم خیلی تئاتر عظیمی مثلا خود کنسرت هستش. نمایش سی که خب عملا کنسرت نمایش بود دیگه. بله بله. این اتفاق خیلی خوب داره میفته. برای خود من هم، ما توی کنسرتی که داشتیم توی تهران ما تصمیم داشتیم که دو تا از عزیزانی که پرفورمنس کار میکنن و حرکات معنیدار انجام میدن، این مثلا چیم دارم مثلا بارون رو اینطوری نشون میدن فعلان قلب، اینا رو ما میخواستیم بیرون برسیج. متاسفانه چون آره آفرین دقیقا متاسفانه چون ما دیر تصمیم گرفتیم این عزیزان بیان روی استیج و کار مجوزش رو انجام نده بودیم، خب این کار نکردیم. اما حتما برای کنسرت بعدیمون این کار خواهیم کرد و یه همچین داستانی رو خواهیم داشت، چون دیگه فکر کنم بیشتر از این دیگه نمیتونیم انجام بدیم، یعنی هم در همین حد. منتها تو کنسرت تهرانی که ما داشتیم، کارهایی که کردیم، من کاری که کردم چند نفر از عزیزان از ته سالن آوردم نشوندم جلوی سالن. یکی از فن پیجای من که فن پیج که نه، از طرفداران من خیلی پیگیر بود که میخواست خانومش رو، یعنی کسی که دوست داشت سورپرایز کنه، ما این کارو انجام خیلی بدیم. هم پر سر صدا شد. آره. ویدیوش تو فضای مجازی خیلی پخش شد. خیلی کار باری پر ریسکی بود ولی ما انجام دادیم. یعنی واقعا تشکر میکنم از مدیر برنامه عزیزم آقای مقدم، هم تهیه کننده عزیزم آقای تورابی که، و هم مسئولین سالن میلاد نمایشگاه که این اجازه رو به ما دادن.
اما خب خیلی حرکت جالبی بود که این مسابقه استعدادیابی داستانش مسابقه دارم اصطلاحش درست میگم چون دیدم که یک کاری که ما کردیم بله کاری که داریم میکنیم خب چون یه نقدی تلویزیون کرد به اینکه چرا خواننده‌ها فرق کاری میکنن که مردمو بکشونن تو سالن و مردم بلیت بخرن و اینجور داستانا من کاری که به ذهنم رسید انجام بدم و مفید باشه این بود که از شهرستان هم شروع کردم اولین شهری هم که شروع کردم رشت بود این که گفتم کسایی که فکر کنن صداشون قشنگه و استعداد دارن کار کردن ویدیوهاشون رو برای من بفرستن بخونن و بفرستن به یه شماره تلفنی مثلا برای شهر رشت فکر کنم روش 300 تا ویدیو فرستاده شد که من و بچه تیممون نشستیم نگاه کردیم و چقدر کار سختی واقعا دیگه. ولی خب زمان میخواد و همون اول شما میفهمی که مثلا چطور دیگه بعد تو اینا یه 4-5 خیلی خوب بودن فکر کنم 5 بودن که ما از اون بازی یه پسر 13 ساله رو انتخاب کردیم به اسم کامدین که تو کنسرت هم معرفیش کردیم و جایزش هم این استش که من یه شعر و ملودی و یه تنظیم رایگان هدیه میدم به این عزیزان که انرژی خوب باشه برای چه خوششانسیه برای اون کسی که انتخاب میشه بزرگوار ایشان نه حالا کاری که از دستم برمی اومد و احتمال خیلی زیاد ما این کار رو تو اکثر شهرستان ها انجام بدیم و هر چند ماهی بار برای تهران انجام بدیم درد سرش زیاده ولی ها چون حالا احتمالا یه دو مثلا ناراحت میشن بله. یا چون توی بحث رقابت همیشه اینجوری که یه احساس میکنم بهشون بله، اجهاق میشه بله. حالا ما کار چون حالا یه داستانی هم که داره حاشیه زیاد داره واقعا بله. کار سختیه ولی خب حالا من چون واقعا هم به خاطر خیر بودن کاره و اینکه بتونم یه کمکی بکنم دارم این کار انجام میدم پیشنهادشتم از هم فکری خودم و دوستانم بود که این کار رو انجام دادیم ولی خب چون به هر حال خیلی این داستان پیچیده است و اینکه حالا خود ما که نمیتونیم ماهی مثلا 10 تا شهر میریم 10 تا ترک بسازیم و بدیم به این دوستان صرفا برای رشت ما الان این کار رو کردیم و یک نفر از رشت انتخاب کردیم و من جایزش رو نهایتا تا 2 هفته دیگه به این دوست عزیزمون میرسونم که یعنی بیاد کارشو بخونه و من کارو بهش تقدیم کنم برای شهرهای دیگه ما تصمیمی که گرفتیم ما در طول یک ماه این تالنت رو تو شهرهای مختلف اجرا میکنیم بعد نفر برتر هر شهر که انتخاب میشه مثلا 8 شهر رفتیم از بین این 8 نفر یک نفر انتخاب میکنیم یه موزیک خیلی خوب بهش تقدیم میکنیم این کاری که ما انجام میدیم حالا انشالله که خوب باشه به قول شما حاشیه‌اش بد نباشه خوب باشه انشالله که خیره نه خب خود تصمیم به نظرم انقدر قشنگ هست که حالا جبران میکنه و امیدوارم انگیزه بده به اون کسایی که انتخاب میشن که بتونن آره در واقع این مسیر رو تا انتها ادامه بدن واقعا من خودم سختی کشیدم و اینکه به هیچ کسی نمیشه اعتماد کرد که توی موسیقی من چون از بچگی که اصلا میخوندم و صدام انقدر خوب نبود یعنی انقدر مثلا پخته نشد بچه بودم مثلا میرفتم یه استودیوی میدیدم طرف قشنگ داره به من به چشم یک تومه نگاه میکنه که من برای این فلان مثلا ازش پول بگیرم فقط منو به چشم پول میدید الان هم همینطور شده یعنی مثلا خواننده‌هایی که میرن تازه وسع مالی دارن و میرن پیش عزیزان تنظیم کننده و آهنگساز که کار بهشون بدن اکثرا پروژه های آماده با یه سری تغییرات کوچیک بهشون میدن با پول زیاد من کاری که یعنی چیزی که به ذهنم رسید شاید بتونم یه کمکی بکنم یه کار خوبی که مثلا برای فقط اون شخص ساخته شده و وقت گذاشته شده بهش داده بشه فکر کنم ارزشش خیلی زیاد باشه و کمک کنه به اونا شما با خیلی خواننده ها هم کار کردین یعنی من فکر میکنم شاید بعضی ها هستن در موسیقی ما که اصلا بخشی از موفقیتشون رو مدیون همکاری هایی هستن که توی همین حوزه آهنگسازی و تنظیم و اینا شما براشون انجام دادین از اون بهترین همکاریاتون برای ما بگین کیا بودن که واقعا فکر میکنین کار نتیجه مثبتی داده به دل خود شما نشسته بله. رفاقتی به وجود اومده من تنها به من برای افرادی که همین کار میسازم یعنی کار ساختم تا الان بله. این که فقط در زمینه آهنگسازی بوده باشه کسی که به نتیجه گرفت شاهین میری بود به نظر من از کسایی که من براش کار ساخت که کار کوه درد رو اصلا خودم باش خوندم با ما خوند
ولی من شیرین ترین از اون آهنگای هیتم شد. آره. ولی من شیرین ترین همکاری که داشتم و همکاری بود، نه اینکه آهنگسازی باشه، و موجب یه رفاقت خیلی خوب شد و موجب یه نقطه عطف توی زندگی کاری من شد، همکاری من با علی عزیز بود که جز شیرین ترین از تجربیات زندگیم بود. محلی. و بهترین آهنگ من برمیگرده به همون دوران که هنوزم که هنوزم تو کنسرت میخونم و مردم باش میخونم. بیرو درواسی، بزرگترین چالشی که شما تا امروز طی کردین، یعنی بزرگترین مانع، سدی که ازش گذشتین یا چیزی که هنوز دارین باش دست و پنجه نرم میکنین چی هستش؟ برای چالش، من چند تا چالش خیلی سخت تو زندگیم داشتم. یکی گواهینامه رانندگیم بوده که گرفتم. چطور؟ برای آقایون معمولا خیلی من رانندگیم خوب بود، منتها قوانین رو رعایت نمی‌کردم. یعنی مثلا اولین بار افسر گفتش که دور بزن، منم زدم، بعد گفت خط ممتد، گفتم خب شما گفتی دور بزن، افسر میگه خودم بعد دور میگفت نه نباید میزد. بار دوم مثلا رفتیم، بعد یک سال بعد من رفتم آزمون دوم. تو یه سالم لابد میشستین همونجوری؟ نه خب خدا رو شکر پدرم نمیذاشت. بعد بار دوم رفتم، با سرعت خیلی زیادی رفتم تو پارک دو، ولی خب درست پارک کردم، ولی خیلی تند رفتم. بند خدا موندش که بده نده، خیلی ماهرانه رفتم، گفتش که ردی. بعد من هر روز بعد بچرخیدم دوباره یه جلسه دیگه برای من نوشت رفتم، و بعد دیگه بار آخر دوباره همون افسر بود، یه افسر شمالی هم بود، خیلی باحال بود. بعد من همونطوری دوباره رفتم تو پارک، گفتش بی قبولت میکنم، خوب میری ولی تو هم میری. گفتم این یکیش بود. یکی قبولی دانشگاه بود که دوره لیسانس قبول شدم، بعد فوق لیسانس قبول شدم، و چالش سخت‌ترش بعدیش دفاعیه فوق لیسانس هم بود که یه مثلا یه جزوه انقدی من تر یک چیز مقاله انقدی درست کرده بودم، دفاع کردنم ازش خیلی سخت بود، ولی دفاع کردم. تو دوران لیسانس هم که تو دفاعی هم به من گفتش که خدا رحمت کنه مدیر گروهمون رو بنده خدا فوت کرد، برگشت گفتش که من تا مقدمش رو حفظ کرده بودم که میخواستم دفاع کنم تو دوره لیسانس، بعد تا مقدمه تموم شد استاد نادرینیا گفتش که خب اساتید میدونین که آقای جهانی میخونه، بعد اون موقع من معروف نشدم، یه سیدی داده بودم استاد نادرینیا، گفتش که ای میخونی آقای جهانی، یه ده هم برامون بخون. بعد دیگه من جلسه دفاع، آره، بعد براشون خوندم و نمرمو دادم، یعنی دوره لیسانس دیگه. قابل توجه که چه جوری مردم مدرک میگیرن. ولی خب فوق لیسانس اصلا اینطوری نبود، یعنی هیئت داوران نشسته بودن، بعد خیلی عجیب هم بود داستانش، خیلی هم یه فکر کنم 20 روزی من داشتم روی پاورپوینت رو فقط حفظ میکردم، خیلی نفس سختی بود. راجبه مسئله یه چالش فرهنگی بود توی شهرداری تهران که تحقیق کرده بودم، اونم خیلی سخت بود برام. بعد مجاز شدنم بود که خیلی چالش بود برام که این اتفاق بیفته. خب موجهی و مثبتی اصلا شما رو چرا مجاز نمی‌کردین؟ خودش خیلی عجیبه. آخه اصلا من نمی‌دونم، چون من خواننده ها رو خب آدم می‌بینه، مثلا پروسه‌شون و مدلشون رو می‌گی، خب یه ذره قابل درکه، ولی شما رو اصلا باید ببرن الگو بکنن. ولی خب عزیزان مسعودین عزیزم لطف داشتم به من، یعنی من زمانی که اقدام کردم برای مجوز، حدود 4 ماه بعد مجوز من صادر شد، یعنی بله، به خاطر اینکه ما هم دیدارهای حضوری که داشتیم و اینا، چون نکنین خواننده ای که میره رو استیج، شما خودتون هم دیر برای مجوز اقدام کردید. بله، چون اصلا من نمیدونستم ممنون کارم، یعنی اصلا نمیدونستم که این داستان هست و این زیاد تو قضیه نبودم، منتها چون ناگهان خواننده‌ای که به حال میره روی استیج باید یه سری ویژگی ها داشته باشه دیگه، یه سری تعادل های رفتاری داشته باشه، نمیدونم حرف سیاسی نزنه، حرف اضافی نزنه، چون به حال شما دارین میرین یه برنامه‌ای رو مدیریت میکنین که 2000 نفر، خیلی وقتا 5-6000 نفر توی شهرستان تو جایی که ارگانی میرن هستش، خب بعد خواننده موجه باشه، یعنی این کارشون خب فیلتری که گذاشتن فیلتر بدی نیست، ولی خب منو اصلا اذیت نکردن، یعنی منو دیدن خدا رو شکر، میگم یه 3-4 ماه کار اداریش طول کشید و انجام دادم، و تشکرم میکنم سر این داستان از
رسول ترابی عزیز، تهیه کننده عزیزم، که خیلی نقشه مثبتی داشت. یکی از چالش‌هام بود که خیلی توی اون چند ماه من اصلا دپرس شده بودم و افسردگی گرفته بودم، تو خونه افتاده بودم چون نمیتونستم کار کنم، خیلی اذیت میشدم. البته خواننده میتونه که موجه باشه و بله. حرف سیاسی هم بزنه، اصلا ترانه سیاسی هم بخونه. بله. چون فکر کنم در تاریخ موسیقی دنیا بله. و ایران بله خواننده هایی رو داشتیم که بله. در یه بزنگاهی با حرف بله. دل مردم و دنیا بله. همراه شدن و اصلا بله. ترانه هایی رو خوندن بله. برای بله. مثلا مزامینی مثل صلح و اینا. خب حالا ولی اینکه بخواد چالشی مثلا درست چی میگن چطوری بهتون بگم مثلا تصور کن تشویش کنه شما در نظر بگیرید خب مثلا یه آهنگ فوق العاده زیباست، مثلا اینکه تو فضای جامعه رو موجب ناهنجاری بشه دیگه از این داستان. حالا من که زیاد این چیزا سر در میارم، ولی مثلا سر این داستان اگر یه موقعیتی پیش بیاد که شما بین این که در واقع حرف مردم رو بزنید و دلسوز جامعه باشین و مجوزتون بخواین انتخاب کنین، کدوم رو انتخاب میکنین؟ خب 100% مردم، یعنی نه تنها من، فکر کنم همه هنرمند اینطور هست، یعنی حاضرین پای همه چی برای مردم چون ما هر چی داریم از مردم داریم، یعنی محبوبیتی که داریم و این ارزشی که برامون قائل میشن، ارزشی که داریم رو مردم به ما دادن و به خاطر همین ما هم خودم جزوی از یک جامعه ایم و معلومه که ما همیشه با مردم. چی میگفتن؟ چقدر وطن پرستین و چقدر رو ایران غیرت دارین؟ قراره که ما از شما آهنگ ویژه‌ای برای ایران بشنویم؟ ببین قبل از اینکه من بخوام مجاز شم، پیشنهادهای خیلی 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 زیادی از خارج از کشور داشتم برای اجرای کنسرت، برای رفتن از ایران. فکر کنم همه خواننده داخلی ما داشتن، محسن یگانه رو که میدونم داره داشته، یعنی اون موقع خودش هم گفتش اون موقع بله. که اولین کنسرتش رو من رفته بودم به عنوان طرفدار، رفته بودم که کنسرتش رو ببینم، اتفاق مادر ایشون اومده بودن طبقه بالا تو وزارت کشور نشسته بودم، میگفتش که مامانش اونجا داشت با ما صحبت میکرد، میگفتش که پسر من کلی پیشنهاد خارج از کشور داشت و نرفت به خاطر اینکه تو ایران باشه. من هم همچین داستانی شدم و میدونم که خیلی از هنرمنده این داستان داشتن، چون به نظر من هنرمندی که از جامعش دور بشه و تو اجتماع نباشه، از فرهنگ اون جامعه دور بشه و از شرایط روز اون جامعه دور بشه، ناخودآگاه افت میکنه، چون هنرمند باید حال روز جامعش رو بخونه، حال روز جامعهش رو فیلم بسازه، حال روز جامعهش رو خودش باید نفس بله. بکشه بله. برای همین خب خواننده‌ای که از ایران رفتن و با بچه‌های داخل ایران کار نمی‌کنن ضعیف شدن به نظر من، ولی اونایی که دارن با بچه‌های داخل ایران کار می‌کنن خیلی هم قویه. من هم از ایران نرفتم، اول اینکه چون ایرانی ام و ایران رو دوست دارم، پدر مادرم اینجا بزرگ شدم و 100% یه دونه موزیک خوب راجع به ایران خواهم خوند، یکی دو تا اتود زدم تو این یک سال اخیر، و اما خب به اون حدی نبوده که بخوام پخش کنم، چون واقعا موضوع سختی، موضوعی مثل مادر، مثل ایران، اینو موضوعی هستش که چون یک بار یا نهایتا آدم دو بار میتونه این کار رو تکرار کنه بخونه، برای همین باید یک کار خیلی خوب باشه و ارزشمند باشه و مانا باشه، به خاطر همین تا الان یکم دست نگه داشتم، وگرنه که بله 100% میخونیم برای بسیار عالی. یکم هم از برای علاقمندانتون از حال و روز زندگی خصوصیتون بگین. شما ازدواج کردین؟ من تا این سال پیش تقریبا همین موقع خونه پدر مادرم زندگی میکردم، الان هم یه خونه گرفتم دو تا کوچه پایتر از مامانم، همونجا زندگی خونه کوچولو دارم. مامانی هستی؟ خیلی بله، اونجا زندگی میکنم دیگه، ازدواج که نکردم، مجردم. آره. تصمیمی هم ندارین؟ حالا ما میخوایم سن رو نپرسیم، چون ولی حالا والا الان که نه، ولی خب مورد خوبی باشه چرا که نه، ازدواج هم میکنیم انشاءالله که مورد خوبش فراهم بشه و اتفاق بیفته. چون به نظر عقیده به زندگی خانوادگی اینو دارین؟ علاقه دارین؟ بله دوست دارم، ولی خب شرایطش باید باشه، یعنی زمان داره به نظر من.
اینکه آدم بخواد زود ازدواج کنه، چون به هر حال الان شرایط کاری منم جوریه که پدر مادرم هم خیلی دیر به دیر میبینم، خونه خودم رو خیلی دیر میبینم، خونم که میرم توی زندگی میکنم خیلی دیر به دیر میبینم دیگه. اینکه حالا کسی بخواد بیاد با من زندگی کنه، به نظر من باید خیلی یه صبر ایوبی داشته باشه، که چون به هر حال دیگه ما نیستیم دیگه همش این برای از این شرف موشه. طبیعتاً همطوره. اصلا اصولا همسر هنرمندای مشهور بس. حالا چه مرد چه زن فرقی نمیکنه، آدمای خیلی فداکار و واگذشتی هستن. بله خیلی. به هر حال زندگی نرمال و طبیعی مثلا خیلی از زندگی روتین نیست، به خاطر توجهاتی که داره. میشه و خیلی پرهاشی است دیگه. به خاطر همین حالا من نظرم اینه که این چند ساله بگذره، حالا زمانی که دیگه سرم خلوت شد و دیدم نیازی هست دیگه اون موقع. بسیاری انشاءالله. یک کنسرتی پیش رو دارین؟ بله. برای ما بگین که در واقع اجرای بعدیتون کیه، چندمه، چجوری بلیتو باید تهیه بکنن؟ ما پنجشنبه 22 آذر ماه سرم ما پنجشنبه 22 آذر ماه توی سرکان هستیم، شهر زیبای توی سرکان در نزدیکی همدان، که فکر کنم اولین کنسرتی هستش که اونجا برگزار میشه اونطوری که به من گفتن. خیلی خوشحالم که دارم برای اولین بار میرم اونجا و اولین کنسرت رو برگزار میکنم. و همچنین ما شهر ملایر که رفتیم اولین کنسرت ما بودیم، یعنی ما رفتیم اولین کنسرت و چقدر مردم با عشق و خوبی بودن. چقدر خوشحال کننده است شنیدن اینکه توی شهرستانایی داره کنسرت شروع میشه برای چون به هر حال میگم بعضی از شهرستاناشون سالن کنسرت نیست اجرا نمیشه. خب یه سری جا هم که مجوز داده نمیشه، مثلا مثل مشهد، ولی یه سری جاها سالن کنسرت ایده نیست، بعد حالا مهیا میشه کنسرت میزن. اینجا داریم ما 23 تهران کنسرت داریم توی سالن میلاد دمشق، تمدید شد کنسرت 8 آذرمون و 23 دوباره کنسرت داریم. خیلی خوشحالم که دوباره مردم از نزدیک میبینم. بعد دیگه نهاوند داریم، ایلام داریم، دیگه کجا بود آقای مقدم از سنندج داریم کنن. بله دیگه کجا سنندج داریم، نهاوند گفتم، کرج داریم، شهریار داریم. سالن شهرستانا امکانش هست با همون کیفیتی که در واقع تو تهران روی صحنه میرین؟ یعنی ببین ما سالن خوب نداریم، اینا چه جوریه؟ ما سالن خوب نداریم، یکی دو تا سالن خوب ما رفتیم تو شهرستانا، مثلا تو تبریز ما رفتیم یه سالن فوق العاده شیک ساختن، فوق العاده شیک سالن کنسرت، اما خب مشکل آکوستیک داشت، یعنی صدا برگشت صدا داشت که صدا بردار خیلی سخت بود براش کارش انجام دادن. ما سالن استاندارد کنسرت خیلی کم داریم، مثلا کنسرت رشتی که من برای اولین بار رفتم میشه مردم عزیز رشت کنسرت گذاشتیم اونجا، کنسرت ها توی تالار عروسی برگزار میشه، یعنی یه جایی که کفش سنگه، دیواراش مثلا سرامیک و اینه، شما یه دست میزنید صدای 10 تا دست میشنوید، تو همچین جایی کنسرت برگزار میشه. فکر کنم مثلا برای سالن مثلا رامسر، هتل قدیمی رامسر یه سالن خیلی قدیمی بود، اون مثلا هم آکوستیکش خوب بود، هم دید به استیجش خوب بود. سالنایی که ما داریم به نظر من تالار وحدت از همه استانداردتره، بعدش سالن میلاد نمایشگاه و بعدش هم که برج میلاد. بسیار عالی. آقای جهانی، آخرین سوالم از شما این هستش که اگر بخواین یک موضوعی رو با بینندگان ما الان مطرح کنین، یک چیزی که تا به حال از شما نمیدونستن و الان شما بخواین باهاشون در میون بذارین، برای اولین بار در واقع چه چیزی رو دوست دارین که مردم درباره شما نمیدونن و بدونن و دوست دارین که در جریانش باشن؟ نمیدونن خب مشکلی که ندارم دیگه، یعنی مشکل جسمی نه که ندارم خدا رو شکر. یه چیزی، یه حسی، یه حقیقتی، یه موضوعی که دلتون میخواد در مورد شما بدونن این مسئله خب. رو و تا الان خب نکته زیاده، مثلا یه نکته‌ای که هست، من یه موزیکی دارم به اسم مدیونم به تو. یه شب من خیلی خسته بودم، خوابیدم، بعد خوابم نمیبرد، هم خیلی خوابم میومد هم خوابم نمیبرد. بعد یه دونه پست گذاشته بودم، یه پست فکر کنم غمگین بود پستی که گذاشته بود، صفحه اینستاگرام وا کردم دیدم حالاش 2000 خورده ای زیر اون عکس کامنته، که بعد انرژی مثبت خیلی زیاد، که
من همون موقع بلند شدم و رفتم نشستم پای سیستمم و قلم و کاغذم برداشتم و شعر مدیونم به طور نوشتم، فرداشم خوندم و اون کار ساخته شد و اومد بیرون به دل هم هم نشست. این که همیشه انرژی مردم رو من تأثیر میذاره، چه مردمی که اصلا تو خیابون میبینم، چه مردمی که تو فضای مجازی هستن و به من انرژی خوب میدن، و هر موقع هم که حال روزم خوب نباشه میرم کامنت اینستاگرام رو میخونم، ازشون انرژی میگیرم و تنها دغدغم هم اینه که همیشه تو ذهنشون باشم، یعنی اینکه منو فقط دوست داشته باشن، همین، نه اینکه کنسرت بذارم بخوان بلیت بخرم بیار، نه اصلا کنسرت هم نذارم، اینکه همیشه منو دوست داشته باشن، یه خاطره خوشی گوشه ذهنشون باشم. همین ما هم از خدا میخواییم که همیشه صدای شما تو ماشینا، تو مهمونی ها و اینا همراه مردم باشه، چون فکر کنم دیگه هیچی بالاتر از این برای خواننده نیستش که تو خلوتترین لحظات مردم بتونه حضور. اصلا این ویژگی کار شماست، یعنی فکر کنم صدای خواننده خیلی وقتا محرم خصوصی ترین حریم مردم میشه و این خودش خیلی با ارزش. واقعا هم هر موقعی که میرم روی استیج انگار اولین بارم میرم روی استیج، انقدر شوق و ذوق دارم. بعد اینکه میبینم مردم جیغ میکشن، دست میزنن، انقدر خوشحال میشم که تونستم یه کار مثبت کنم، حال یه سری آدم رو خوب کنم، آدم ها رو دوره هم جمع کنم، چیزی که الان تو جامعه ما مردم با من، به نظر من مردم با هم قهر، ما تو جامعه اون یه چیز مشکل خیلی بزرگی که داریم اینه که همه به هم بی‌اعتمادن. حالا شماره نویرست مثلا مثال میزنم، توی هم کار، توی نمیدونم، من کیف مثلا کیف دستیمو میخوام بدم مثلا دست شما، نمیدونم الان میشناسم بتونم مثلا نشناسم بتونم نمیدم به شما، چون به شما اعتماد ندارم. این که میتونم یه محیطی که مردم دوره هم جمع میشن، با هم یه چیز رو نگاه میکنن، با هم یک چیز رو میخونن، با هم یه حس خوب یه حس خوب با هم شریک میشن، این خیلی قشنگه برای من. حالا این اتفاق میتونه سینما باشه، میتونه کنسرت باشه و میتونه خیلی چیز دیگه باشه. این که من مصوبش هستم و میتونم این کارو بکنم که مثلا یک شب بتونم 4000 نفر رو دعوت کنم به یه مهمانی که همه کنار هم نشستیم و یه حس خوب داریم و این حس خوب رو میتونم منتقل کنم و بگیرم، این خیلی به نظر من احساس قشنگیه و امیدوارم که بازم این اتفاق بیفته. ان شاء الله. لحظه ای هم بوده روی صحنه که گریه کرده باشین؟ آره، من مامانمو که اولین بار رفتم روی استیج، من کلا روی استیج 3 دقیقه استرس داشتم، اولین اجرام 3 دقیقه اول استرس داشتم، بعد دیگه اوکی شدم. توی خیلی از موزیکایی که میخونم تا حالا چندین بار شده که بغض کردم، اما جایی که گریه کردم اجرای دومین اجرام بود، مامانم نشسته بود و دیدم مامانم داره گریه میکنه، رفتم پای مادرم رو بوسیدم و دست پدرم رو بوسیدم و وقتی که روی استیج بودم دیدم پدرم ریشاش سفید شده، مادرم دستای مادرم رو دیدم که یکم پینه بسته و شروع کیده شده، خیلی ناراحت شدم و خیلی گریه کردم و همیشه هم تو تنهایی میگم که کاش بیشتر قدرشون رو بدونم، کاش بیشتر پیششون باشه. این تنها باری بود که من گریه کردم و خیلی احساسی شدم روی استیج. ایشالله که سایه‌شون بالا سرتون باشه و سلامت باشن. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادین. امیدوارم این در واقع شروعی باشه که ما بتونیم همیشه همراه شما باشیم و گفتگوهای بیشتری رو در شبکه تی وی پلاس برای علاقمندانتون داشته باشیم. یه تشکر ویژه هم می‌کنم از جناب آقای میثم مقدم، مدیر برنامه‌های جهانی، که برای در واقع هماهنگی این گفتگو خیلی ما رو یاری کردن. ممنونم از مجموعه شاندیز گالریا که باز خیلی به ما محبت کردن برای برگزاری این گفتگو، و از همه شما بیننده های عزیزی که ما رو دنبال میکنین و ما رو انتخاب کردین برای تماشا، صمیمانه متشکرم. شما اگر خدافظی با دوستان دارین. خیلی ممنونم از مصاحبه خوبی که انجام دادین، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه، حال مخاطباتون خوب باشه. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.